به نام خدا سلام علیکم و رحمت الله بنده هم مثل خیلی از شما معتقدم خانواده آقای قالیباف کار درستی نکردن چون متاسفانه این موضوع بسیار عادی و پیش پا افتاده امروز شده خبر اول مملکت و رسانه های معاند این خیلی جای تعجب داره ولی سوالم اینه رفتن به ترکیه جرمه اگه جرمه چرا روز 24 ساعت 20 تا پرواز داره شما اگه برید ترکیه دست خالی میایید خرید چند تیکه لباس برای بچه جرم بوده خب به چه حقی یه عده به خودشون اجازه دادن برن تو مسائل خصوصی یک فرد ورود پیدا کنن چرا از هواپیمایی معراج لیست و اسم و ساعت پروازو گرفتن به چه حقی به خاطر یک خرید که نه جرم بوده نه غیرقانونی بوده آبروی یک خانواده رو دارن میبرن آخه کی به ما اجازه میده با آبروی یک خانواده به خاطر خرید چند که لباس بچه بازی کنیم بابا یه لحظه به خودتون بیایید برخی بی و گستاخی رو به جایی رسوندن که در روزنامه‌ای که با پول بیت و کاغذ وارداتی داره چاپ میشه تیتر زدن که آقای قالیباف استعفا بده آخه به چه جرمی به جرم اینکه دختر و دامادش رفتن ترکیه موقعی برگشت چندی که لباس بچه خریدن خب حالا فرض بگیریم که این کار مکروه بوده بنده هم میگم من دفاع نمی کنم میگم نباید خانواده آقای قالیباف این کار انجام میداده اما نه گناه بوده نه جرم بوده نه غیر قانونی بوده حالا نباید انجام میشده من سوالم اینه چرا این جماعت بی و گستاخ که به خاطر یک کار مکروه حیثیت یک خانواده حیثیت یک مسئول انقلابی رو دارن به باد فنا میدن در مقابل هزاران جرم و جنایت و جاسوسی و مسائل غیر اخلاقی دوستان خودشون چرا سکوت کردن من همه حرفم اینه ها همه حرفم اینه جرم فساد و اختلاس و جاسوسی برادر روحانی و معاون اول ایشان سنگین تر بوده یا خرید چند که لباس جرم فساد شرکت رشت الکتریک که همسران مفسدان اقتصادی و همکاران سازمان ساواک در زمان شاه و شهردار در دولت آقای هاشمی سنگین یا چند که لباس من سوالم اینه جرم حضور 26 جاسوس در دولتی که مورد حمایت شما بوده این سنگین یا چند که لباس بچه دولتی که مورد حمایت شما بود بیش از هشتاد دروغ به مردم گفت اینا مستنده بیش از چهل عنوان توهین به ملت ایران کرد شما مگه نمیگید ما طرفدار ملت ایرانیم خب چرا اونجا اون موقع سکوت کرده بودید چرا هیچ کدومتون حرف نمیزدید جرم واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه 70 درصد زیر قیمت این جرمش سنگینتره یا چند که لباس اونجا چرا همتون سکوت کردید چرا واگذاری دهها شرکت دولتی به دوست آشنای دولت مورد حمایت شما به نصف قیمت مفت اونجا چرا حرف نزدی؟ چرا وقتی 62 تون سکه مملکت که از زمان نادرشاه افشار تو خزانه بود به باد فنا رفت اونجا ساکت بودی؟ چرا وقتی 18 میلیارد دلار ارز ترجیحی به باد فنا رفت اونجا ساکت بودی؟ کدامش جرمش سنگین تره؟ چرا زمانی که این آقایون نشستن نامه نوشتن و تایید و تصویب کردن که قاسم سلیمانی رو بگیرن و تحویل آمریکا بدن اونجا شما حرف نزدید اگه راست میگید واقعا اگه تو کارتون صادقی من حرفم اینه جرم ایجاد فتنه های 78 88 96 و 98 که یه عده این فتنه رو در کشور ما شکل دادن و این همه خسارت جانی و مالی به مملکت وارد شد چرا اونجا شما حرف نزدید جرم کدامش سنگین تره جرم ادعای دروغ تقلب که یه مملکتی رو هشما به آشوب کشید این سنگین تره یا چندتی که لباس بچه چرا اونجا شما همتون سکوت کردید جرم هشت سال سر کار گذاشتن یک ملت 80 میلیون نفری به امید وعده آمریکا سنگین یا این چندی که لباس جرم اعتماد به دشمن و تضمین دانستن امزای جانکرهی سنگینتر یا چندی که لباس بچه جرم 300 مدیر فاسد اختلاسگر در دولت مورد حمایت شما که الان پروندشون تو قوی قضایی مفتوحه این سنگینتر یا چندی که لباس بچه جرم دختر قاچاق فروش وزیر مورد حمایت شما کدومش سنگینتره که از ایتالیا لباس بچه وارد میکرد چرا اونجا همتون ساکت بودید چرا حمایت میکرد معاون اول از این کار اما اینجا این رفته چندی که لباس خریده اصلا من میخوام بگم به چه حقی ما رفتیم از این و اون و زمین و زمان پرسیدیم که کشف کنیم این خانواده خانواده کی بوده رفته چندی که لباس بچه خریده کدوم دین به ما این اجازه رو داده که بریم تو مسائل خصوصی یک خانواده اینقدر دخالت کنیم هر انسان منصفی میدانه که این کار اشتباه خانواده آقای غالیباف یک هزارم جرم و جنایت و فساد و اختلاس دولت شما نبوده سوال اینه که چرا در مقابل این همه هرزگی، فساد، اختلاس، مشکلات امنیتی شما که ادعای ملت دارید، ادعای, شفافیت دارید، ادعای برخورد با نهنجاری ها دارید چرا اینجا ساکت بودید؟ اگر راست میگید و به نام ملت و حمایت از ملت حرف میزنید چرا این همه فساد و اختلاس دوستای خودتون رو نمیبینید بابا بی هم حدی داره بالاخره این نظام آفرینش حساب کتاب داره